نمایشگاه چه سفرها کرده ایم. 64 عکس هست از منتخبی از تصاویر فراز و نشیب های انقلاب اسلامی ایران که عکس ها از در واقع خرداد 42 شروع میشه به انقلاب میرسه و گلچینی از عکس هایی که به نوعی حالا وقایع مهم تاریخ انقلاب رو تا امروز به تصویر کشیدن. سعی شده از همه سالها و وقایع مهم عکس های انتخاب بشه. البته خب وقایع که خیلی زیاد هستن در این در واقع 64 فریم عکسی که هست، از آغاز نهضت که سال 42 بوده ما عکس داریم، از شروع انقلاب عکس داریم، در واقع بعد از اون از جنگ و حتی رویارویی ایران با آمریکا در قضیه لانه جاسوسی، تای طبس و حالا اتفاقاتی که بوده. به همین ترتیب اومده جلو جام جهانی که ایران در واقع برنده شده، همینجوری اتفاقات تلخ و شیرینی که حالا کنار هم به نوعی میشه گفتش که نشون از یک خط سیر و پیشرفتی رو در واقع با خودش همراه داره. این عکس ها در واقع توسط شورای تخصصی و در واقع مسئولین خانه عکاسان ایران انتخاب شده بر اساس حالا عکس هایی که برخیشون در گنجینه خانه عکاسان ایران موجود بودن، برخیشون از خبرگزاری ها، سایت های خبری و خیلی از عکس ها هم از طریق خود عکاسان. موضوعات مهم دستبندی شدن و عکس های هر موضوع کنار هم قرار گرفتن، از بین اونها انتخاب شدن و در نهایت ما از بین مثلا انتخاب اولیه‌مون که شاید 300 فریم عکس بوده به این 64 فریمی که الان روی دیوار هستن رسیدیم. یکی از ویژگی های این نمایشگاه اینه که وقتی به سالهای دور و عکس های تاریخی مراجعه میشه در ابتدای نمایشگاه، خب ما عکاسان پیشکسوت رو داریم، حتی از بعضی از عکاسان دیگه در واقع در بین ما نیستن. به انتهای نمایشگاه هرچه نزدیک میشیم ما در واقع عکسهایی رو داریم از عکاسان جوانی که امروز در واقع در خبرگزاری ها و در فضاهای مختلف عکاسی مستند و خبری فعالیت میکنن. تو خیلی از موضوعات و وقایعی که ما در این نمایشگاه بازتاب دادیم عکس‌های خوبی از چند عکاس بوده و ما ناچاراً مجبور شدیم بین اینها انتخاب کنیم و اگر این فضا رو داشتیم یا تعداد بیشتری عکس میتونستیم انتخاب کنیم قطعاً میتونستیم از عکاسان در واقع بیشتر، ولی فکر میکنم با توجه به اینکه خب وقایع در واقع سالهای اخیر هم خیلی بهش توجه شده، شاید بشه گفتش که عکس عکاسان جوان بیش از عکاسان پیشکسوت در این نمایشگاه هست.